30 سال از مرگ آیت الله خمینی می‌گذرد و 30 سال از شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای. بنایی که جمهوری اسلامی نام دارد بیشتر محصول دست کدام یک از این دوست و کدام یک از دو بیت خمینی و خامنه‌ای شانس بیشتری دارد تا در ادامه متولی این بنا شود؟ سلام. وقتی آیت الله خامنه ای 30 سال پیش در رأس جمهوری اسلامی قرار گرفت، این نظام به تازگی از یک جنگ ویرانگر رهیده بود. با اینکه پایه‌های جمهوری اسلامی در دوران رهبر پیشین نهاده شده بود، کار استحکام این پایه‌ها و ادامه ساخت این بنا در دوره رهبری او انجام گرفت. در طول این 3 دهه پیام اصلی او این بوده: ادامه راه امام. اما در این دوره بیت و فرزندان او در مقایسه با بیت و فرزندان آیت الله خمینی مسیر متفاوتی طی کردند. چهره‌های اصلی این دو بیت، مجتبی خامنه‌ای و حسن خمینی، به خوبی این تفاوت را نشان می‌دهند. در حالی که مجتبی خامنه‌ای به جناح تندرو جمهوری اسلامی منتسب می‌شود، اظهارات و روابط حسن خمینی حاکی از نزدیکی او به جناح دیگر است. حالا 30 سال از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای در زمانی که بحث جانشینی اهمیت می یابد، می توان پرسید نظام جمهوری اسلامی بیشتر مدیون کدام یک از این دو رهبر جمهوری اسلامی است و کدام یک از این دو بیت، بیت رهبر پیشین و بنیانگذار یا بیت رهبر کنونی، منابع و امکانات بیشتری دارد تا متولی جمهوری اسلامی شود. محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی، معتقد است وابستگان آیت الله خمینی اساساً در این عرصه شانسی ندارند. اما محمد تقی کروبی، او هم فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، میگوید سرمایه اجتماعی بیت آیت الله خمینی را نباید نادیده گرفت. خیلی خوش آمدید آقای سازگارا. ابتدا شما به ما بگید چرا فکر میکنید بر بنایی که یا بر پایه‌هایی که آیت الله خمینی گذاشت اساساً ساختمان دیگه‌ای ممکن نبود بالا بیاد و این جمهوری اسلامی از همون پایه‌هایی که آیت الله خمینی گذاشته در واقع به اینجا رسیده؟ ببینید، آقای خمینی در واقع فونداسیونی رو گذاشت، اگر بخوایم این تشبیه رو به کار ببریم، که در اسلام سیاسی و نظریه ولایت فقیه که در عهد خود ایشون هم ولایت مطلقه فقیه شد، البته بعد از مرگش در قانون اساسی اومد، و تبلور این اسلامگرایی و ولایت فقیه در سندی است به نام قانون اساسی، که اون قانون اساسی شما هر جوری هم بکنی، حالا 10%، 15%، کم و زیاد بکنی، از توش همینی در میاد که الان اومده. به اضافه این که یک سری سیاست‌های اجرایی هم در عهد آقای خمینی شروع شد، مثل مثلا سرکوب و ترور مخالفین، یا بحث صدور انقلاب، یا چپگرایی و اقتصاد دولتی و حکومت سالار، یا آمریکا ستیزی و محو اسرائیل، که اینها هم هر کدومش به نوبه خودش در تغییر جامعه ایران و اونچه که امروزه به نام جمهوری اسلامی نامیده میشه نقش مهمی داشتند. بنابراین این بنا فونداسیون شاه خمینی گذاشت، الا اینکه ایشون به لحاظ نوع مدیریت آدمی بود که کلنگر بود، اهل تفویض بود به دیگران، کمتر در جزئیات دخالت میکرد. بعدم چون به هر حال فاتح تهران بود، از یک انقلاب برآمده بود، مرجع شیعه بود، میتونست مثل رهبران فاشیست از بالا سر نخبگان جامعه رد شه، با میلیون ها مردم مستقیم صحبت کنه، به نوعی کاریزماتیک بود و این پایگاه های قدرت او رو در عمل تواناتر میکرد. اما آقای خامنه ای اگرچه همون بنا رو ادامه داده، حالا یه خود فلفل نمکش کم و زیاده، مثلا آمریکا ستیزی شاید غلیظ‌تر از آقای خامنه ای، یا برخوردهای
مثلا اجتماعیش در دخالت در زندگی خصوصی مردم شدیدتره. ولی ادامه اون راه نوع مدیریتش با آقای خامنه‌ای فرق داره. نوع مدیریت آقای خامنه‌ای آدمی است که هم اون پایگاه‌های قدرت آقای خامنه‌ای رو نداره، نه مرجع، نه رهبر کاریزماتیک، نه از حقانیت مثلا پیروزی در یه انقلاب برخورداره و به هم دلیل هم ناچار شده برای تحکیم قدرتش بره به سراغ توسعه سازمان‌های نظامی و امنیتی و سرکوبگری که اتفاقا استعداد خوبی هم تو این داره و نوع مدیریتش هم جزنگره. ایشون از نوع مدیرانی است که در تمام جزئیات دخالت میکنه و دوست داره که تا سناریوی مثلا سریال تلویزیونی رو بخونه، بغلش یادداشت بنویسه و دستور بده. اما آدم بزدلی هم هست، یعنی مسئولیت کارهاشون رو نمی‌پذیره. چون شما در مدیریت میتونید که هر تصمیمی رو بگیرید، مهمترش این است که تبعات اون تصمیم رو بپذیرید. ایشون نشون داد در طول این 30 سال تبعات تصمیماتش رو نمیپذیره، میندازه گردن این اون و اون پشت قایم میشه. به همین دلیل من فکر میکنم در اجرا در واقع اون ساختمان جمهوری اسلامی به دست دو نفر وقتی بوده با دو نوع مدیریت مقداری در اجرا تفاوت پیدا کرده. به هر حال آقای مهندس بازرگان تو اون کتاب انقلاب ایران در دو حرکت میگه که این نظام جمهوری اسلامی، هنوز آقای خمینی زنده بود ایشون کتابو نوشت، نه دموکراسی، نه نمیدونم سوسیالیسم، نه چه، یه قبای به تن آقای خمینی دوختن. این قبا بعدن به تن آقای خامنه ای رفت ولی گشاد بود براش مقداری و ایشون ناچار شد که درز بگیره، اونم با نوع. ولی فکر میکنین در ساخت جمهوری اسلامی عملا بر همون بنیان بوده؟ نمیبینیم هم که تغییر اساسی تو هیچ کدوم از اون حرفای روز اول داده شده باشه. چنین آقای کروبی، آیا بر اون بنیادی که آیت الله خمینی گذاشته بود ممکن نبود ساختار دیگه ای بالا بیاد؟ با عرض سلام خدمت شما دکتر سازگارا و بینندگان محترم برنامه، من اجازه میخوام با یه کوتاه مقدمه وارد در واقع نماد بیرونی جمهوری اسلامی بشم. خب میبینید یه حکومت خودکامه‌ای در ایران وقتی بود بستری برای تمام جریان‌ها و نهله‌های فکری ایجاد کرد که دارد یک مبارزه برای تغییر فضای ایران بشه. حضور و وجود آیت الله خمینی به عنوان مرجعی در تبعید و کسی که با به واسطه جریان مذهبی در اقصا نقاط کشور به ویژگی همون بحث مرجعیت حضور داشت، تونست توده های عموم رو به صحنه بیاره و رهبری امام به واسطه حمایت مردمی به وجود اومد، بیش از اینکه رهبریش ناشی از شکل‌گیری قانون باشه. پس از پیروزی انقلاب ما در رفتار و منش ایشون حداقل دو تقسیم بندی اگر بکنیم بین 57 تا 59 دوره در واقع تدوین قانون رو می‌بینیم که قانون اساسی تدوین میشه، مجلس شورا فعال میشه و از 59 به بعد کشور وارد یک جنگ سنگینی میشه و گرفتاری بسیار سنگینی میشه که با اون دست و پنجه نرم میکنه. طبیعتا فضای انقلاب شرایط خاصی رو به وجود آورده بود، کشور دچار بحرانایی شده بود، از جریان خلق عرب گرفته. اگر مقدمتون خیلی طولانی بشه ممکنه چند دقیقه بعد تا خدمت شما عرض بکنم جریان جدایی کردستان و غیره. دوره یک رویه عملی آقای آیت الله خمینی رو در رفتار ما میبینیم. خب در این دوره قطعا درش معایب و نقصهایی وجود داره، نقصهای جدی وجود داره، رویه حکومتی هم وجود داره و اون واگذار کردن بخش زیادی از اختیارات به نهادهای قانونی است و عدم دخالت رهبر در جزئیات کشور علارغم اون شخصیت کاریزماتیکی که داشته. اما ما از سال 70 به بعد ساختار جمهوری اسلامی رو تقریبا تا به امروز در سه دهه که رهبری فعلی بر اون حاکمیت کرده قدری متفاوت تر باید ببینیم.
ببینید یه بخشش برمیگرده به اختیارات رهبری. حالا آقای دکتر سازگار اشاره کردن به ولایت مطلقه در زمان آقای خمینی. ولایت مطلقه اتفاقا تو خاطرات پدر من هست. در جریان بازنگری بعد از درگذشت ایشون بحثش مطرح میشه که در قانون گنجونده بشه و آقای هاشمی با یه رأی‌گیری مخدوش در واقع این عبارت رو به قانون اساسی اضافه میکنه. این اختیارات صرف نظر است که به چه کسی واگذار شده، یه اختیارات فوق‌العاده و فرایی است، فراتر از حتی اونچه که به بنیانگذار انقلاب واگذار شده بود. نگاه رهبر فعلی در تدوین سه دهه با نگاه به اعتقاد من رهبر بنیانگذار انقلاب کاملا متفاوت بود. شما این رو میگید که نتیجه بگیرید که ضرورتا جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی تحویل داد با آیت الله خامنه‌ای لازم نبود چنین در بیاد؟ دقیقاً میخوام همین نکته رو بگم، ولی با این تعریف که جمهوری اسلامی که امروز ما میبینیم نظامی مبتنی بر این قانون اساسی و ولایت فقیه جمهوری است که امام بنیان گذاشت. این پوسته این جمهوری است. اما رفتار جمهوری و منش در واقع جمهوری اسلامی، آنچه که در دنیای امروز سیاست‌های راهبردیش در منطقه و از جمله سیاست‌های رهبری در قبال نهادها و سازمان‌ها، حتی شما در قبال حوزه علمیه، استقلال زدایی از مراجع، استقلال زدایی از حوزه آ و بسیاری از امور دیگری که می‌بینید، سیاست جدید رهبری است که مسیر دیگه رو انتخاب کرد. حالا اگر تو بحثی بعدی اجازه داشتم و فرصت داشتم عرض می‌کنم. من یه نمونه عرض می‌کنم برای اینکه ذهنیت عزیزان داشته باشید. ببینید رهبری در اون زمین حداقل نه در بودجه کشور دخالت می‌کرد و نه حتی تشکیلات بزرگ و عظیمی داشت. یه تشکیلات بسیار اندکی داشت. حوزه ها هم به این ماجرا آلوده نکرد. شما الان ببینید یه مرکز خدمات حوزه‌های علمی که سال 1370 یعنی دو سال بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای شکل گرفت، امروز در بودجه کشور بالغ بر 400 میلیارد تومان بودجه رسمی میگیره. اصلا وجود نداشت اون تاریخ. شورای نگهبان بودجه 6 میلیون تومان در سال 67، سال آخری که آیت الله خامنه‌ای در رهبری بود، با امروز به بالغ بر 100 میلیارد تومان رسیده. ساختار نگاه به بخش‌ها هزینه بردار بود. همین موضوع در سیاست بین‌المللی هم اتفاق افتاد. ما شیعیان رو در اکثر نقاط دنیا و مسلمانان رو به خصوص نگاه بنیانگذار، نگاه وحدت مسلمین بود، کمتر بر مسائل شیعه‌ای تاکید می‌کرد که این اختلاف باز بکنه. اما امروز خب شما می‌بینید که ما سیاست‌های راه بردیم بیش از اون که در جذب قلوب باشه با امکانات با هزینه هاست. بنابراین من این نظامی رو که امروز در واقع شاهدش هستیم، ادامه منطقی اون چه که اصلا نمیدونم، به اجتهاد رهبر فعلی میدونم، اما مبتنی بر تئوری ولایت فقیه که بنیانگذار اون تئوری امام بوده، لکن به باور بسیاری از افراد از جمله امثال پدر من، این تفسیر از ولایت هرگز به مخیله شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی نمی خورد. آقای سازگار، نه به نظر میرسه من با دکتر کروبی اختلاف دارم اینجا. اولا ولایت مطلقه فقیه در دوره خود آقای خمینی مطرح شد و اتفاقا همین آقای خامنه ای رفت در نماز جمعه و با ناباورانه در واقع گفت نه اینجوری هم نیست حالا اختیارات ولایت، و آقای خمینی تو دهنش زد. بعدش به شدت دوباره موضع گرفت نه خیر همینه و حفظش از نماز هم اولاست. ثانیاً به نظر من به اشکالات جمهوری اسلامی که الان میبینیم، یک نظام توتالیتر سرکوبگر آغشته به تروریسم و فساد اقتصادی و بلایایی که میبینیم، به نظر من اشکالاتش به ذات به قول علما بلعرض نیست و ذاتش هم در خود تعریف ولایت فقیه، در قانون اساسیش نهفته، در سیاست‌های اصلی اجراییش که هیچ کدومش هم تغییر نکرده و همگی در زمان‌های خمینی گذشته شده، سنگ بناش نهفته. به همین دلیل هم به اضافه منهای چند درصد به نظر من اون بنایی که آقای خمینی سنگش رو گذاشت همین شکلی میشد، الا اینکه آقای خامنه ای خب حالا نوع اجراش فرق داشته، نوع سازماندهی خودش معتقده، میگه من رهبر ایستادم، آقای خمینی رهبر نشسته بود. ایستاده بودن منظورش اینه که خب خودش تو همه کارا دخالت میکنه،
بله بله، از البته محافل خصوصی گفته، علنی نگفته. آقای کروبی، چنین هست که آیت الله خامنه ای واقعا خیلی دخل تصرفی نمیتونست بکنه. البته اینجا اونجا سعی کرد، این نکته ای که آقای سازگارا گفتن ثبت همجا طرفه است. جالبه که آیت الله خامنه ای اومد گفت که اختیارات مطلقه هم نباید خیلی تفسیر تحت و لفظی ازش بشه و چنین نیست، و البته آیت الله خمینی مخالفت کرد باشه. بعد از اون آقای خامنه ای دیگه پی اون تفسیر خودش رو نگرفت دیگه. و این جالبه، کسی که فکر نمی کرده که اختیارات ولایت فقیه چنین مطلقه، 30 سال به سمتی اومده که اختیاراتش رو وسیع تر کرده دیگه. وقتی که قانون اساسی 4 حقوقدان برجسته کشور که چون همه آقای دکتر لاهیجی هم عضو بوده کنار دکتر کاتوزیان، دکتر لنگرودی و مرحوم دکتر حبیبی تنظیم کردن، این پیشنویس قانون رو دادن به امام به عنوان رهبر انقلاب. امام به جز دخل تصرف بسیار جزئی در اون، عین این مطلب برای شورای انقلاب فرستاد و خواستن این رو به رفراندوم بذارن. ولایت فقیه اصلا توش وجود نداشت. پس اگر خیلی این رو اعتقادی نکنن، برخی تو داخل فکر میکنن، یعنی اگر باشه کسی که صاحب این تئوریست خودش قائل نبود در ابتدا این تو قانون اساسی باشه. اما وقتی که مهندس بازرگان اصرار بر مجلس مؤسسان داشت و طبع و فضای جامعه ایران امروز بود، به این سمت که این گنجونده شد. در رویه عملی ما شاهد این هستیم، مثلا در دوران جنگ ایشون از اختیارات ولایت فقیه دستور داده بودجه مثلا به سپاه در برای عملیات خاص بده. اما وقتی که شما در اگه 1 سال حکومت کرده بود خیلی نمیشد ازش دفاع کرد، اما در وقتی که نزدیک به 10 سال حکومت کرد و مجموعه دخالتاش هم خودش هم دفترش، این چون واقعیتی داریم میبینیم بسیار بسیار اندک بوده، این نشون میده که اگرچه به لحاظ تئوری فقهی بر اون باور بوده که دایره در واقع ولایت فقیه حکومتی توسعش این چنینه، ولی در عمل چنین نکرده. اما در عمل چنین نکرده چون متوجه بود که ارگان ها و سازمان ها نقش خودشون از دست میدن. من یه مثال کوچیک بزنم چون مسلمان ما الان درگیریم باش. شما ببینید مثلا همین بالاخره یه مرجع سنتی بود، اختیار در واقع اعلام عید فطر و غیره رو به حوزه علمیه واگذار کرد. آیت الله گلپایگانی هر آنچه که انتخاب میکردن رادیو اعلام میکرد، با اینکه رهبر انقلاب بود و بیشتری مرجع و بیشتری مقدر در ایران داشت، حتی این امور دخالت نداد. اما در دوران پسایشون ما شاهد استقلال زدایی از حوزه هستیم. این سیاست جدیده، سیاستی که مبتنی بر بودجه حکومتیه. وقت رو هم در نظر بگیم، این ما رو به یه مقایسه جالب ممکنه برسونه، البته اگر پذیرفته بشه نظرتون. آیت الله خمینی در نظر فکر میکرد که اختیارات ولایت فقیه باید فوق العاده وسیع باشه، ولی در عمل فکر میکنید چنین نکرد. آیت الله خامنه ای که چنین نظری حداقل در ابتدا نداشت، در عمل اما فکر میکنید چنین کرد و دو مسیر دو مسیر متفاوت و اشکال هم از این باب نمیشه به ایشون کرد. من اینم عرض بکنم، چون وقتی که ما داریم صحبت میکنیم باید به این واقعیت هم نگاه کنید، وقتی قانون اساسی چنین اختیارات بی حد و حصری که حتی اون بخش احصاییش هم زیر سوال میبره به کسی واگذار میکنه، نباید انتظار خروجی متفاوت از این داشته باشید. ببینید آقای خمینی از اونجا که علاقه نداشت به جزئیات بره، و این رو با دکتر کروبی موافقم، یکی از دغدغه هاش این بود که این نظام نوپای جمهوری اسلامی هر چه زودتر قانون اساسی داشته باشه، نهادهای قانونیش درست شه و اگه خودش مرد بماند سر کار، ترجیح میداد که دستگاه‌های مختلف کاراشونو بکنه. به همین دلیل بیت ایشون شاید 40 تا 50 تا آدم بیشتر نبود. اگرچه 2-3 سال آخر عمرش احمد حالا معلوم شده به اصطلاح دماغ رهبری میپخت و بعدش نمیمد که جای باباش بشینه و داشت آدم میچیدیم بر اون ور و زیر پای منتظری رو زد و اینجا رفت و اونجا رفت، ولی خب دیگه معلوم بود که زورش هم نمیرسه، بعدم به طرز مشکوکی دست کم مرد 1 سال بعد. ولی الان در حال حاضر، ولی آقای خامنه ای چون میخواسته کشور رو، بسیار هم تمرکزگرا هست، به روایتی نزدیک به 15,000 نفر به بیت ایشون وصل مستقیم، 17 تا سازمان اطلاعاتی کشور در بیت ایشون با هم هماهنگ میشه، بیش از 200 میلیارد از ثروت کشور رو تصاحب کرده نهادهای زیر نظر ایشون و نزدیک به 46% تولید ناخالص داخلی ما رو کنترل میکنه، لباس شخصی ها بهش وصلن، قوه قضاییه مستقیم ایشون تا سطح حتی یک بازجو دخالت میکنه و نظر میده.
نهادهای امنیتی و نظامی گاهی فرمانده سپاه و ارتش هیچی، سه رده پایین‌ترشون مستقیم دستور میده و مستقیم میگه به خودم گزارش بدید، و یا رادیو تلویزیون، یا حتی من از علی لاریجانی شنیدم موقع که وزیر ارشاد بود ایشون تا اعضای شورای ممیزی تئاتر رو خودش نظر میده کیو بذارن کیو بردارن. طبیعی است یک همچین تشکیلاتی، یک همچین روشی هیچ شانسی برای بیت آیت الله خمینی نمیذاره، معتقد است. بله، بیت آیت الله خمینی با مردن ایشون مثل خیلی مراجع دیگه تموم شد، رفت. پسرش هم که حالا یا مرد یا کشتن، و الان حداکثر یه قبر آقای خمینی مونده که اونم تو خود قبر به نوه ایشون بدو بیرا میگن. اما اون بیت هر کس پشت فرمونش بشینه، پشت فرمون قدرت کشور میشه. آقای کروبی، ببینید، کسانی که امروز بر سر سفره انقلاب نشستن همه میدونن به برکت در واقع حرکت مردم در اون سالها و به ویژه رهبری امام اینا به این قدرت و توان رسیدن. بخش زیادی از کسانی که امروز درون حکومت هستن این رو با ما میدونن، با اینکه ثروت امروز یکی از بیماری های نظام ماست، فساد ابعاد مختلف حکومت رو گرفته، اما همونایی هم که دخیل هستن همه اذعان میکنن. ده سال اول انقلاب حتی برای مردم زندگی سخت بود به واسطه جنگ، اما ساختار نظام سالم بود. به همین دلیل نظام تونسته بود طرفداران بیشتری داشته باشه، اکثریت مردم حمایت بکنه. آیا میخواهید بگید که سرمایه اجتماعی بیت آیت الله خمینی به واسطه بنیانگذاری نظام توسط آیت الله خمینی و اون ده سال اولی که به گفته شما سالم تر بود زیاده و این سرمایه اجتماعی؟ ببین، در دقیقاً نکته من اینه که در میان بسیاری از افرادی که در درون نظام جمهوری هستن و اثرگذار هستن، این مسائل رو مربوط به اون دوران مورد توجه قرار میدن. فضای سیاسی ایران الان به گونه ایست که بیت رهبری افزایش اختیارات زیادی داره، امکانات همه در اختیار اوناست، خبرگان کاملا خل سلاح شده. وقتی شما در حد آیت الله حجتی کرمانی که از 10 سال پیش از انقلاب زندان بوده، بسیار عالم هم هست و از دوستان آقای خامنه‌ای بوده، رد صلاحیت میشه، یعنی میفهمید پس خبرگان بناست در تصمیم حیاتی بگیرد. اما معادلات جامعه ایران رو انقدر نمیشه روش حساب کرد. اجازه بدید من با یک شاهد مثال بگم. وقتی که تازه تو اون فاز اول انقلاب فرق میکرد، وقتی که امام رو فوت کردن، در همون شب آقای هاشمی یه جمعی رو تو بیت امام جمع میکنه راجع به رهبری آینده صحبت کنه، بحث شورا مطرح میکنه که پدر منم عضوش بوده، در خاطرات ایشون هست. در اونجا حتی صحبت افراد و نام و کاندیداها مطرح میشه، از جمله نام آیت الله منتظری به عنوان عضو شورا مطرح میشه. اما با یه نقل خاطره فردا در مجلس خبرگان رهبری که با هماهنگی با مرحوم حاج احمد آقا انجام شده بود، مرحوم هاشمی فضا رو عوض کرد، رهبری فردی کرد. شما می‌خواید بگید چنین چیزهای پیش‌بینی ناپذیری در جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد؟ در جمهوری اسلامی هست و ممکنه در یه لحظه بزنگاهی تغییراتی بشه. بسیار خوب، دو استدلال. یکی اینکه ایشون معتقدن بیت آیت الله خمینی سرمایه اجتماعی داره و این سرمایه اجتماعی رو در سال‌های اخیر حفظ کرده. برای اینکه مثالی بزنیم، من از همکارانم میخوام که صفحه اول حساب اینستاگرام مجتبی خامنه ای رو با صفحه اول حساب اینستاگرام حسن خمینی مقایسه کنیم. ما کاملا دو چهره متفاوت میبینیم. الان روی این صفحه، ابتدا اجازه بدید به عکسایی که روی صفحه مجتبی خامنه‌ای هست نگاه کنیم. البته در سطر صفحه گفته شده که این متعلق به فرزندان آیت الله خامنه‌ای، ولی وقتی می‌بینیم عملاً مشاهده می‌کنیم که مجتبی خامنه‌ای است که عکساش اینجاست. در اینجا چیزی که می‌بینیم وفاداری به پدرش آیت الله خامنه‌ای و رهبری آیت الله خامنه‌ای، وفاداری به انقلاب، یه چهره انقلابی می‌بینیم و وفادار به نظام، چیز دیگه ای درش نمیدونیم. در مقام مقایسه صفحه اول حساب اینستاگرام حسن خمینی رو اگه نگاه کنید که همکاران من روی این پرده میندازن، میبینید که حسن خمینی خودش رو علاقمند به هنر و هنرمندها میبینه. عکس عزت الله انتظامی رو میبینید، عکس حسن خمینی در میان زنان ورزشکار جوان رو میبینید، اشاراتی به مرگ بعضی از هنرمندان دیگه میبینید و تنوع بیشتری داره و مباحث فرهنگی توشه. اینا دو چهره کاملا متفاوت رو نشون میده و دو نوع روابط رو نشون میده. در اینستاگرام حسن خمینی ما
تماس بیشتری با اقشار متفاوت میبینیم و علایق متفاوتتر میبینیم. آیا این سرمایه اجتماعی رو حفظ نکرده برای بیت آیت الله خمینی و با حسن خمینی این رو نمیبینیم؟ و استدلال دوم ایشون اینکه جمهوری اسلامی پیشبینی ناپذیره و نباید این بازی رو از آغاز پایان گرفته نامید و گفت که همه چیز داره میره به سمت اینکه بیت آیت الله خامنه ای متولی بعدی جمهوری اسلامی باشه. بازم نه، بس که امروز ساق منو با نه برداشتن جلوی فرمایشات های دکتر کروبی. ببینید، اون چه که سرمایه اجتماعی نامیده میشه یعنی مردم دیگه، یعنی مردم و طرفداریشون. من این رو موافقم با دکتر کروبی که این نظام دیکتاتوری و سرکوبگر که انصافاً توی اون منطقه پیچیده ترین، هیلگر ترین و آماده ترین نظام برای سرکوب مردم تو دنیا، هم شاید رقباش در حد چین و روسیه باشن، این نظام یک قدرت فقط میتونه چلنجش بکنه، اونم مردم ایرانه. اما آیا این مردم وقتی که میان میخوان این نظام رو به چالش بکشن، فرض کنید میرن به روزگار طلایی امام، اون جمله که آقای موسوی گفت و خیلی اسباب دردسرش شد، آیا مثلا حسن خمینی رو انتخاب میکنن؟ به نظر من نه، برای اینکه به روشنی دیده میشه مردم هر وقت پا تو خیابون میذارن، فراتر از اینها میگه، با تانک از روی این نظام رد میشن، یعنی به سرعت از تمام ابعاد این نظام عبور میکنن. خیلی بعید میدونم که مردم، شاید دو دهه پیش در دوره اصلاحات مردم این ایده رو پذیرفته بودند که میشه اصلاحش کرد، آروم آروم حرکت کنیم، آدم مثل خاتمی، یا حتی دوره اولی که آقای کروبی کاندیدا شد، خب رأی اولشون آورد، تقلب کردن گذاشتنش کنار، و شاید، ولی الان من بسیار بعید میدونم که چهره چون حسن خمینی اصلا بسن... یعنی از توی روحانیت کلن، به خصوص بیت آقای خمینی، برای اینکه مردم عصبانی هن از چیز. اما نکته دوم هم که فرمودند ایران سرزمین به قول مورخین اتفاقات غیر منتظره و تضادهای بزرگه، بله تو سیاست همیشه هست، تو سیاست ایران هم خیلی هست، ولی اگر حادثه ای هم اتفاق بیفته از جنس مثلا اقبال به حسن خمینی نخواهد بود. و اینی که آیا آقای خامنه این عقل رو داره که بیاد و این تا خودش زنده هست اصلاحش کنه، ایشون شانس‌های بزرگی مثل جنبش اصلاحات از دست داده و الان درست برعکس اینو ما میبینیم، با تمام قوا چهره مرموزی مثل مجتبی خامنه ای رو که شاید اولین کسی هم که باز از اون پشت تاریک خونه کشیدش بیرون آقای کروبی بود در سال 84 داره انتخابات سال 84 که آقای کروبی گفت که دخالت میکنه مجتبی خامنه ای، و بعدن ما بکر الان تمام سیاست های آقای خامنه ای در جهت این است که تا خودش زنده است داره تمام اون سرنخهای قدرت رو که به بیت وصله وصل میکنه به مشتبه. البته کار عقلانه یا یعنی کار زیرکانه است. ما شواهد مدارک قابل اتکایی داریم از این، برای اینکه تو این برنامه درسته که ما دو رهبر جمهوری اسلامی و در ادامه کار دو بیت رو مقایسه میکنیم، ولی اولا مدعیان دیگه هستن، خود خبرگان میگن یه لیست دارن که معلومه تو این لیست کسان دیگه ای هستن، از ابراهیم رئیسی زیاد صحبت میشه، از لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه صحبت میشه، ممکنه بعضیا میگن اسم مصطفی خامنه‌ای هم تو لیست باشه. ولی این چیزی که شما میگید که آیت الله خامنه‌ای داره میره و سررشته‌های قدرت رو یه جوری وصل میکنه به مصطفی خامنه‌ای، مشاهدات چی هست واقعا؟ ببینید حسین طائب که این جور قدرت گرفته، این صاف به مشتبه رئیس حفاظت اطلاعات سپاه که هم اختیاراتش میره بالا، یا عزل و نصب این فرمانده های جدید ارتش سپاه، همه کسایی هستند که بیش از 200 خورده امام جمعه الان عوض شدن، یا خب اینا ربطشون به مشتبه خامنه‌ای، همه از کسایی هستند که وقتی نگاه میکنین
هم به لحاظ سنی دیگه به اسم جوانگرایی سابقه قبل از انقلاب ندارن دیگه، هم در زندگیشون وقتی میرید عقب میبینید که به مجتبی وصل بودن و با او کار کرد. بنابراین من فکر نمی کنم میشه چنین گفت که مجتبی خامنه‌ای رو دارن آماده میکنن برای اینکه در این ارتباط که آدم واقعا بخواد اظهار نظر دقیق بکنه باید از اخبار درونی حاکمیت خبردار باشه. خب ما نیستیم، حداقل از این منظر واقعا بیگانه هستیم، اما اینکه اختیارات وسیعی در بیت رهبری در اختیار فرزندان ایشونه خب درش تردیدی نیست و بارها راجع به این موضوع صحبت شده و حوادث مختلف و اتفاقات مختلف هم ارجاع شده. ولی وقتی میگید درش تردید نیست، چون من این تشکیکی در صحبت‌های آقای سازگار کردم، در صحبت‌های شما هم باید بکنم، بر چه اساس میگید درش تردیدی نیست؟ بذارید یک نمونه رو ما بیاریم، به خصوص که ربط داره به شما. پدر شما آقای کروبی که الان در حصره، در سال 84 همجوری که آقای سازگار گفتن، گفت که مجتبی خامنه‌ای در انتخابات داره دخالت میکنه و حتی گفت که نشانهایی هست از این که مجتبی خامنه‌ای رفته به ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها، منظورش احمدی نژاد بود دیگه. بر چه اساسی این اسناد وجود داشت؟ آیا اگر وجود داشت چرا نمیشه اینها رو رو کرد؟ شاید بد نیست اتفاقا به این نکته اشاره بشه. ببین، امثال پدر ما آقای مهندس موسوی، این مجموعه نسلی که در دهه اول انقلاب بودن، باورشون بر اینه که رهبری در جایگاه نظارتی است نه در جایگاه اجرایی، و گاهی که اختلافاتی به وجود می اومد بین قوا رو حل کنه و غیره. اما وقتی که دفتر رهبری در جزئیات کشور اعمال نظر میکنه، شرایط تغییر میکنه. اما اینکه فرمودید فرزند آیت الله خامنه‌ای نقشش و چگونه ما میدونیم، برای اونی که شما نقل کردید در سال 84، نقل پدر من از آقای ناطق نوری بازرس ویژه رهبری در اون تاریخ بود. آقای ناطق نوری در پیش از انتخابات خدمت رهبری میرسه و گزاره میده که ایشون در انتخابات به نفع وزیر کاندیدا دخالت میکنه و میگه آقازاده دخالت میکنه و در پاسخ میشنوه که ایشون آقازاده نیستن، خودشون آقا هستن. خب طبیعی است که این مطلب رو پدرم در اون نامه‌ای که داد نقل کردن و معتقد بر این بودن که دفتر رهبری نباید به نفع جریان و مجموعه خاصی وارد بشه. لذا شما میبینید که جریان آقای احمدی نژاد رو تقویت کردن. بله، همون جریان آقای احمدی امروز هم در واقع بله. این شدت تحت بیزایید به فشاره. بخش دیگه از صحبت‌های آقای سازگارا به شما میرسیم. آقای سازگارا بپردازیم خیلی کوتاه. ایشون میگن اون چه که سرمایه اجتماعی حسن خمینی نامیده میشه، این سرمایه مردمی به شکل وسیعش نیست، شاید یه تعداد محدودی که طرفداران و وفادار آیت الله خمینی هستن باشن. ببینید، بخش زیادی از مردم ما اون آمال آرزو که در انقلاب داشتن، آرمان‌هایی رو که می‌دیدن، و حتی اگر مهندس موسوی میگه برگردیم به اون دوران، به دوران در واقع حاکمیت مردمی که تو اندیشه بوده اما در اتفاق در عمل اجرا نشده، میخوام بگن نه به اشکالات، من معتقدم اون مردم تجربه الان 4 دهه حکومتی رو دارن که این حکومت روز به روز در واقع یک حکومت شخص محور شده، خروجیش هم غیر شفاف شده و مسائل و مشکلات بسیاری داره دست پنجه نرم کنه. بنابراین اگر نقش رو به مردم بدیم، فرض بکنیم در یه دایره انتخابات آزاد بذاریم، خب طبیعیه که من فکر میکنم با توجه به این شناخت، مردم ما از دوران حکومت فردی دیگه خارج میشن و به دنبال حاکمیت قانون خواهند رفت. خب این میتونه، اما بله، شما به واقعیت جا، من گفتم حتی نظر شخصی خودم پالایش ساختار نظامه، اما شما اشاره کردید نه، ما داریم راجع به نظام صحبت میکنیم که الان سرپاس این قدرت هم داره، امروز چه اتفاقی میخواد بیفته. اگر بنا بشه تو این دو دیدگاه مردم حداقل با یه دیدگاه نزدیکتر باشن، به نظر من طبیعی است به سمت سوی کسی میرن که با جامعه ورزشکاری کشور ارتباط خوبی داره، با اهل هنر ارتباط داره، با ادبیات ارتباط داره و سعی میکنه مشروعیتش رو از مردم بگیره، نه اینی که از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی. اگرچه من حتی فکر میکنم اگر چنین ساختاری بمونه، آرزو میکنم که اگر چنین اتفاقی هم بنا بود بیفته، رهبری رو انتخاب بکنن که حداقل سنش 82 سال باشه، چرا که رهبر جوان یک بار انتخابش برای تجربه این کشور، حداقل سنش 82 سال میشه، یعنی معتقدم که شرایط، چون ما زمان برای رهبری نذاشتیم، دیگه به گونه‌ای باشه که این تغییر رو حداقل در زمان کوتاه شاهد باشیم. البته میدونید که رهبر فعلی خودش هم حتی در قانون اساسی مدت 10 سال قبل از درگذشت امام گنجونده شده بود،
رأی آورده بود، اما پس از فوت ایشون باز آقای هاشمی رو به رأی گذاشتن و میدونیم بعد از 10 سال حذف کردن، اما خودشون بارها گفتن با این 10 سال موافقن، اما برای پس از خودشون. قدرت به این بزرگی که اونجا جمع شده دور از جون شما، شما خودتو بذار جای آقا مجتبی خامنه ای، واس چی بعد این قدرت به این گندگی رو تحویل یک کس دیگه ای بدی؟ چه اجبار اجتماعی وادار میکنه که این کارو بکنی؟ که بعدم تجربه نشون داده سرشو میبرن پای این قدرت. هاشمی هنوز بحران جانشینی بروز نکرده، به گفته اطرافیان و دوست و آشنا و خانواده سرشو زیر آب کردن، چه برسه به این که حالا شما بیای این قدرت رو بدی دست یک کس دیگه و بعد بشینید یه روزم بگیری بکشته. بنابراین منطقا من دانش آموخته تاریخ هم به عنوان کسی که تاریخ کشورها به خصوص تاریخ خود ایران، تاریخ خود ایران پر از این داستان هاست، پسر پدر رو کور کرده یا برعکسش، یا کشته یا مادر به پسرش رحم نکرده سر قدرت. بنابراین این قدرت به این بزرگی رو چرا باید این بیت، چه اجباری؟ اگه بگیم مردمن، مردم اگر حرکت بکنن کلشو میخوان جمع کنن، و اگر مردم شما حذف کنید داخل اون نظام چه اجباری وادار بکنه مجتبی خامنه ای و آقای خامنه ای رو که این قدرت به این بزرگی رو واگذار بکنن مثلا به حسن خمینی یا هر کس دیگه ای که بعد اون وقت تازه خودشون ممکنه بعدم سرشون بریده بشه؟ اگر در دموکراسی ها شما میبینید پشت کنگره امریکا آقای اوباما میاد تحویل آقای ترامپ میده میره، از ممکنه حالا شخصا آدم خوب یا بدی باشه، ولی از تقوای ایشون نیست، ساختاری است در دموکراسی که چاره جز این نداره، نهادهای قدرت جوری است که نمیگذاره تحویل نده. اما در ایران شما ببینید کدام نهاد قدرتی میتونه بیسته و نگذاره که اعمال قدرت بکنه به طرف و باعث شه که از این بیت به اون بیت بله. بنابراین چرا باید تحویل بده؟ ساختاری که الان در حال حاضر ما داریم، در واقع همین تصویری که آقای دکتر بهش اشاره کردن رو در واقع نشون میده، و طبیعی است که از این خبرگان چیزی بیرون میاد که در واقع بهش دیکته بکنن، چون اصلا چهره شما ببینید مستقلی تو این خبرگان که بتونه عملا فعال باشه دیده نمیشه که در حرفشو بزنه. اما آن چیزی که من میگم ممکنه ناشی از شرایط کشور در عرصه‌های بین‌المللی، ناشی از فعالیت سایر جریان‌های سیاسی کشور در فضایی که ممکنه براشون به وجود بیارن و بتونن از اهرم مردم استفاده بکنن، که به گونه دیگه برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی نکته دیگه ای رقم بخوره. ممکنه حتی شخص سوم، حالا اصلا بین این دو نفر نمیدونم اصلا چه اندازه درست باشه این مقایسه که ما فرض بکنیم بین این دو بیت و این دو نفره، میتونه نفر سوم دیگه از اون دل بیرون بیاد. از این منظر ممکنه اون جریان تصمیم دیگه رو بگیره. لزوما این به معنی این نیست که اونها فردی رو انتخاب کنن که تا به امروز مردم ایران حتی فرض بکنید یه سخن 5 دقیقه‌ای هم از اون نشنیدن، یا حتی در یک تحلیل بحث صحبتی از اون نشیدن. من به گمان من اگر چنین اندیشه‌ای در نزد مجموعی از صاحبان قدرت باشه، ممکنه اینو از طریق یک نفر سومی برای یک دوران گذاری حل کنن که این نفر سوم حداقل مردم از اون شناختی داشته باشن. لذا شما نگاه بکنید چهره‌هایی مثل آقای لاریجانی مثل آقای رئیسی و غیره گاه تو اذهان مطرح میشن، البته بلافاصله یه تخریبایی هم آغاز میشه که مشخص ریشش در همون جریان حاکم قدرته، چون یه افشاگری یا یه چیزایی از دل یه جا بیرون میاد که اصلا نمیتونه غیر از نهادهای قدرت این مطالب و اطلاعات از جای دیگه خارج شده باشه علیه اون حرفا افراد و مسائل بحث داده بشه. به طور مثال منظورم آقای لاریجانی بود که بحثش بود. بنابراین نشون میده که در پشت لایه قدرت یک رقابت بسیار شدید و تنگ و تنگی وجود داره. امید شما اینه که این رقابت ها باعث بشه یه حوادثی که پیشبینیش دشواره اتفاق بیفته و منفذی ایجاد کنه برای یه. البته امید من اینه که فضای اصلاح ساختار قانون اساسی و پالایش سیستم به گونه‌ای به وجود بیاد که در واقع ما از قدرت فردی عبور بکنیم و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی و اراده مردم شکل بگیره. بله. اما اگر بناس نگیره و چنین چیزی باشه، من فکر میکنم که پیشبینی دقیق و با ضرس قاطع گفتن که اینا بستن تمام دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد،
نمیتونه خیلی درست باشه. معادلات دیگه میتونه این بازی رو تغییر بده. معادلات منطقه‌ای چقدر میتونه این مسئله آینده جمهوری اسلامی با حفظ نظام ولی با یک رهبری یا سکانداری متفاوت رو رقم بزنه؟ چقدر میتونه موثر باشه؟ ببینید، من همین امیدواری آقای کروبی رو دارم با این تبصره که اگر نظام جمهوری اسلامی نظامی بشه که منبعث از اراده ملت باشه و رأی مردم تعیینش بکنه، دیگه رهبر فردی نداشته باشه، یعنی یه دموکراسی شده و دیگه اون دیگه جمهوری اسلامی نیست. قطعا دیگه اون وقت اصلا اسمش هم بعد برداشت، مقید بودن به احکام شرع و فقه و از توش برداشت و ولایت فقیه و یک جمهوری سکولاری میشه که خیلی هم درسته. ولی این نظام منکر اتفاقات پیشبینی نشده نیستن. من عرض کردم به خصوص ایران، سیاست ایران متغیره، ولی این در شرایط فعلی که نگاه میکنیم عناصر واقعی قدرت که تعارف هم نداره، قدرت دست بیت رهبریه. و منم موافقم با کروبی که آدم مرموزی مثل مجتبی خامنه‌ای که به قول ایشون 5 دقیقه مردم حرف زدنش اصلا نشنیدن بخواد بیاد رهبرشه خیلی عجیبه. و منم قبلا شنیده بودم مثلا هاشمی شاهرودی قراره محللی باشه که یه دوره او رهبر باشه و مجتبی قائم مقامش، بعد مثلا اون بمیره و یا بکشنش مجتبی رهبر بشه، نمیدونم. ولی اون موقعی که این بحثا بود مجتبی خامنه ای مثلا حدود 40 سالش بود، الان 50 سالشه. آقای همین سن باباش خودم مسنتره، یعنی یه جوری راجع به مجتبی خامنه ای صحبت میشه انگار جوانه که بیشتر در صدی که 50 سالشه. من راجع به آقای صادق لاریجانی یا آقای رئیسی هم شخصیتی در اینا نمیبینم. اتفاقا مثلا همین رئیسی که مثالم شما زدید، اساسا شأنیت و وجودش این است که 10 سال معاون مرموز قوه قضاییه بود که صاف دستور از بیت میگرفت. من تجربه شخص خودم و بسیاری بچه های دیگم که زندان بودن این است که حتی بازجوها وقتی به خصوص کسایی که یه خود اسم رسمی هم دارن صاف با مجتبی کار میکنن و با یا با خود آقای خامنه‌ای. بنابراین میخوام بگم این اتفاق ممکن چیزه. اما مسئله منطقه که میفرمایید، بله، الان ببینید امریکایی ها به هر حال پاشون و این کابینه آقای ترامپ، علارغم شخص آقای ترامپ که بنده هیچ علاقه بهش ندارم، ولی اولین دولت بعد از 6 تا رئیس جمهور امریکا در دوره جمهوری اسلامی که پاشو سفت گذاشته میگه دیگه کارهای جمهوری اسلامی رو من تحمل نمیکنم. این بچه شیطونی نیست که حالا باشه بی خیال بعد میشینیم سر میز مذاکره حلش میکنیم. بالاخره یه روزی سر به راه میشه. پاشو سفت گذاشته میگه این قاچاقچی تروریست آدمکشه و من نمیگذارم. این یه چالش بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی، الان حتی خطر جنگ رو داره دامن میزنه و این ممکن است که منجر به تغییراتی بشه برای حفظ نظام. مثلا اون دوز امنیتی نظامیش انقدر بره بالا که قدرت رو اصلا بده دست نظامی ها، ممکنه. و یا چالش های بزرگ دیگه‌ای که جلوی جمهوری اسلامی هست، مثلا چالش اقتصادی و فقر و گرفتاری و تورم و بیکاری مردم. بذارید همین سناریویی که شما گفتید رو با آقای کروبی در میان بگذارم. ممکن هست شرایطی که جمهوری اسلامی در مقابلش میبینه باعث شه که برآمدن نظامی اصلا مسئله جانشین رو به شکل دیگه ای اصلا طرح کنه؟ تحولاتی که در ایران ممکن اتفاق بیفته و در شرایطی که ما درش حضور داریم به خصوص بحث تحریم ها، خیلی چیزها رو ممکنه واقعیتش رقم بزنه. عناصر قدرت تو ایران شکل گرفتن، نهادهای بسیار بسیار قدرتمند که ثروت و سلاح در اختیار دارن شکل گرفتن. ببینید امروز ما با این واقعیت مواجهیم که جریان نظامی، هیچ ایرانی از این بدش نمیاد، هر ایرانی با هر انگیزه باشه، چه حکومت پهلوی باشه چه جمهوری اسلامی باشه، یک کشور مقتدر داشته باشه که تو منطقه حرف اولو بزنه، بتونه توان زیاد بشه، افتخار بهش میکنه. اما موضوع با چه عزیزی تو منطقه حرف اولو بزنه، البته نمیدونم چیه، برای اینکه خود این خیلی بحث خوش هست، حرف اول در منطقه زدن اصلا خواست مردم ایران هست یا نه. ولی من سوال رو میخوام ببینم که آیا ممکن هست قدرت گرفتن نظامی ها در یک شرایط اضطراری، در یک شرایط جنگی، در شرایطی که تحریم ها فوق العاده جدی تر شده،
باعث شه که بحث جانشینی اصلا به شکل دیگه ای حل شه و نظامیان در رأس این دو وجه هست. اتفاقا میتونه نتیجه خروجی بدتری برای جامعه ایران داشته باشه. آقای ببینید وقتی که ترامپ افرادی مانند پومپئو و بولتون درش اثر دارن، بسیار برای جامعه ایران خطرناکتره. حکومت ایران به باور من از وجود امثال اینا استقبال میکنه، چون وجود چنین افرادی و فشار دادن چنین افراد، فشار آوردن چنین افرادی به بخش جامعه ایران، دست جریان سرکوبگر ایران رو باز میکنه. یه موقع هست شما دارید از یه عملیات نظامی، فرض کنید جنگ و تهاجم نظامی جدی تو طرف صحبت میکنید که نتیجهش تخریب یک کشور در یه ملت، که فرض بکنید در اون حالت چنین چیزی باشه که بناست دموکراسی بیاد، کجا تا حالا چنین دخالتای منجر به دموکراسی شده؟ این بسیار بسیار زیانبارتره. اما اتفاقا دست بالای این جریان فضا رو در داخل تنگتر میکنه، حتی زد و خورد محدود دو تا عملیات نظامی تو تنگه هرمز و غیره دست اون جریان رو قدرتمندتر میکنه، جریانی که اتفاقا علاقه منده. من به همین دلیل گفتم با یک ارتش و سپاه قدرتمند هیچ ایرانی مشکل نداره، بهش افتخار میکنه، اما با ارتش و سپاهی که در امور زندگیش دخالت کنه و در سیاست دخالت کنه ما مشکل داریم. بنابراین مشکل اینجاست که این نوع دخالت این منطقی اتفاقا ممکنه شرایط رو برای ناگوارتر کنه، ناکارآمدتر بکنه. چنین هست آیه؟ به هر حال ببینید، البته به نظر من اون قدرت منطقی یا قدرت جهانی شدن مدت هاست از لوله اسلحه در نمیاد، چه برسه از سازمان های تروریستی و این گروه های شبه نظامی که حضرات درست کردن. حرف اول رو اقتصاد میزنه، جایگاه کشورها در بله، ولی این که آقای کروبی میگن که پومپئو و بولتون اینها در ارتباط با آینده جمهوری اسلامی و بحث جانشینی نه تنها هیچ اثر مثبتی ازش نخواهیم دید، بلکه مراتب ناگوارتر خواهد بوده. بستگی داره که مردم چه قضاوتی بکنن. اگر مردم فشارهایی رو که الان به لحاظ اقتصادی داره بهشون میاد به دلیل تحریم‌های آمریکا، یک بخشش قطعاً هست از نظر من 20%ش، 80%ش مال فساد و سوء مدیریت و انباشتگی بسیاری چیزاست که به اینجا رسیده. اما اگر مردم قضاوت چون این باشه که اینا تقصیر آمریکاست، چیزی که حکومت هم دوست داره به این سمت هل بده، بله ممکنه که اون وقت نظام رو پایدارتر کنه. ولی اگر مردم باورشون این بشه که خود این ماجرا هم تقصیر حکومته، کی گفته ما باید اینقدر با آمریکا دشمنی کنیم، خواهان محو اسرائیل باشیم و عمق استراتژیک اون بره لب مرز اسرائیل قرار بگیره که بعد تاوان و بهاش این چیزا بشه؟ اگر این سرزنش برگرده به حکومت، وقت ممکنه که این فشارها حاصلش اتفاقا تیزتر کردن لبه انتقاد و مخالفت مردم نسبت به حکومت و سیاست‌های اساسیش باشه. این به نظر من بستگی داره یه مقداری به خود آمریکایی‌ها که دارن این کارو میکنن، به اصطلاح پابلیک دیپلماسیشون بتونه توجیه کنه و به مخالفین. پابلیک دیپلماسی پومپئو و بولتون و ترامپ چه چیزی می‌بینید واقعا؟ والا آقای ترامپ که شخصا اصلا آدم غیر قابل پیش بینیه. آقای ترامپ همه اونایی هم که از نزدیک باش کار کردن، آدمی است که تو 10 دقیقه بیشتر نمیشه باش حرف زد و او رو فراموش کنید. اما تو این کابینه ایشون پومپئو آدم بسیار باهوشیه و نشونم میده با این توییتاش و اینا. شما میبینید دیگه اولین کسیست که در واقع از دایره وظایف یه وزیر خارجه هم خارج میشه، صاف حمله میکنه به رهبر ایران و مشکلات کشور رو متوجه حکومت میکنه. این بحث رو برگردونیم به موضوع اصلی برنامه، آیا سیاست‌های کسانی چون پومپئو و بولتون باعث نمیشه که اتفاقا دست جریانی که شما فکر میکنید زیر نظر مجتبی خامنه‌ای بازتر بشه و اونها شانسشون بیشتر بشه؟ عرض کردم بستگی داره. اگر مردم باورشون این باشه که این همه مشکلاتی که الان دارن به دلیل سیاست‌های آمریکاست، چرا دست اونها رو بازتر میکنه و ممکن هم هست که مردم رو ساکت‌تر کنه. ولی اگر باورشون این بشه که خود اینم ناشی از سیاست‌های رهبری ایران، سیاست‌های مجتبی و امثال همه، اون وقت مقابله مردم رو شدیدتر می‌کنه. ببینید بدعهدی آمریکایی‌ها رو به اعتقاد من نباید خلطه با یک روش و مبارزه غلط در داخل ایران با آمریکا و سیاست‌های آمریکا ستایی در واقع بکنیم.
امروز ما واقعا به اینه که ایران که اومد برجام امضا کرد 14 بارم که بهش متعهد بود، پس ایران خلف وعده نداشته و به عهد و وفای خودش باقی مونده. آنچه که آمریکا یا به دنبالش هستن، نه به دنبال دموکراسی نه حقوق بشرن، حداقل از این هیئت حاکمه آمریکا بر نمیاد. یعنی چنین امید بستنی به اعتقاد من بسیار بسیار امید کاذبی است. دموکرات‌ها نگاهشون با اینا فرق داشت. اینها به دنبال منافع خودشون در منطقه، دنبال منافع اسرائیل هستن و اتفاقا سیاست‌هاشون هم برای فشار به ایران به باور من کمک میکنه به جریان امنیتی. و اگر شما برگردین به دوران انتخابات میبینید که جریان اصولگری کشور به شدت مخالف خانم کلینتون بود و طرفدار ترامپ بود. اونا با همین تحلیل اتفاقا علاقمند بودن چنین جریانی بیاد که چنین فضایی رو ایجاد کنه. ثروت کشور دوباره افتاد دست جریانی که بناست تحریم‌ها رو دور بزنه. ببین شفافیت از ایران رفت. دوباره ده‌ها بابک زنجانی داره شکل می‌گیره تو ایران. و اینا در اختیار نهادهای قدرت و ثروته، در اختیار اون مجموعه است. وجود آقای پومپئو و بولتون نعمتی است برای اینه که اینا باید روزانه برای جان و سلامتی اینا دعا بکنن. من فکر می‌کنم کمک به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه پایین بحث نشستید و تشکر از مهمان‌های برنامه محسن سازگارا و محمد تقی کروبی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت BBC فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت های خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی BBC هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.